سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین. امروز 26 دسامبر سال 2021 من تصمیم گرفتم که بیام و از یه نمایشگاه جدید دیگه که در محل نمایشگاه های گالری نمایشگاه های ویکتوریا هست بازدید بکنم. واسه همین گفتم که بیام یکم هم بازدید بکنم، هم یه ویدئویی برای شما عزیزان بگیرم. ما به خاطر شرایط جدید سویه اومیکرون مجبوریم که دوباره توی مکانهای عمومی و داخلی حتما دوباره ماسک بزنیم. نمایشگاهی که میخوام با هم بریم و ببینیمش به نام گابریل شانل که فکر میکنم فاوندر فشن برند لوکس شانل باشه، نمایشگاهش هست و دیزاینایی که داشته، طراحیایی که داشته و حالا داستانی از خود زندگی خانم گابریل شانل هست که با هم قراره که نگاهی بکنیم و یه بازدیدی داشته باشیم. لطفاً با این ویدیو هم با من همراه باشیم. بس خب اینجا یه شرح مختصری از زندگی خانم گابریل شانل هست که میگه زندگیشو وقف یک فشن تازه ای از برای خانم ها و بانوان انجام داده، طراحی های بسیار منحصر به فردی داشته که همراه بوده با سادگی، راحتی حرکت و موومنت و خلاصه خیلی خاص بوده و میگه که یک روش جدید، یک قصه جدیدی از فشن رو توی برندی که توسعه داده معرفی کرده برای خانوما. محل ورود به این نمایشگاه اونم اون تهم خانومه گابریل شانل که میبینید خیلی ورودی قشنگ و خاصی داره. بریم با هم ببینیم که چه نمایشگاهی هست و چه ویژگی هایی نمایشگاه داره. تایملاین زندگی ایشون و این هم پورتری از خانم گابریل شانل، طراحی های اولیه ایشون برای برند شانل که به نظرم همچنان منحصر به فرد و جزو برند های بسیار لوکس و لاکچری و بسیار پرطرفدار بین خانوم ها. میبینید همونطور که داره میگه در این سادگی و آزادی در حرکت و موومنت بسیار نقش و نگارهای شیک و منحصر به فردی داره. این نمایشگاه بیشتر در مورد خود خانم گابریل شانل هست. و حالا طراحی که ایشون داشتن خب اینجا هم طراحی‌هایی که دارید مشاهده می‌کنید هست و هم یک تاریخی از سال و قدمت این طراحی، مثلا این لباس برای سال 1930 با چه حالا نخی چه جنسی هست، بعد طراحی این لباس مربوط به سال 1930 واقعاً برای اون دوره لباسی خیلی شیک و خیلی خوشگل و حتی شاید الان هم شیک و برازنده باشه. این لباس برای سال 1925 تا 1929 و این لباس هم برای
سال 1935. خیلی جالبه. این هم باز دوباره یه پورتری از خود خانم شنل با لباسه که طراحی کرده و این هم باز دوباره قسمت دیگه از لباسه که ایشون طراحی کردن. خیلی لباسه شیک و وزین و اگه نگاه بکنید میبینید که برای گذشته سال 1933 تا 1934 و حالا برای سال 1935 تا 1936 چقدر طراحی ها فرق داشته، چقدر بیشتر به نظرم ساده تر و شدید مقداری اصیل تر بوده نسبت به طراحی هایی که خیلی امروز حالت شاید مدرن و خاص داشته باشن. بسیار جالب، بسیار جالب. امیدوارم که شما هم همچنان از این ویدیو لذت ببرید. خب ما وارد یه قسمت دیگه از نمایشگاه شدیم، عکس ها و حالا یه دوره دیگه ای از گذشته خانم شنل. واقعا اگر به نظرم در وجود یک انسان اون خلاقیت و اون هنر و اون تخصصی که داره اگر که شکوفا بشه، ببینید که چقدر میتونه روی آینده بشر حالا به هر نوعی به هر نحوی تأثیر بلند مدت و همیشگی بگذاره. فوق العاده زیباست، نمایشگاه بسیار زیباییه، مثل همیشه خیلی هم شیک و خیلی زیبا و جذاب طراحی شده و آثار به نمایش گذاشته شدن که این به جذابیت این نمایشگاه بیشتر اضافه میکنه. ما همچنان داریم برای خودمون قدم میزنیم. بسیار نمایشگاه جذابیه، محیط جالبی داره و به نظرم برای یک روز تعطیل آخر سال که امروز روز باکسینگ دی است که روز خرید معروف آخر ساله، به نظرم این میتونه جایگزین مناسب تری برای خرید رفتن و شاپینگ رفتن. فوق العاده زیباست. همونطور که میبینید قسمت های مختلف لباس ها و طراحی مختلف خانم شنل، داستان هایی که پشت طراحی ها هست، همه و همه به نحوی به نمایش گذاشته شدن که این برای کسایی که علاقه من هستن میتونه فوق‌العاده جذاب باشه. این هم عطرها و طراحی هایی که توسط حالا کمپانی شنل بوده، مثلا نامبر 5ش که خیلی معروفه از سال 1924 بوده، تأثیرش از خود همین خانم شنل. 1930 حتی انتخاب بطری ها، انتخاب طراحی ها، اینا همه چیزایی بوده که الکی نبوده، کلی فکر، کلی داستان، کلی شاید قصه حتما پشتش هست و یه فکر عمیقی پشت اینا بوده. همون که میبینین این حتی عطرهای برند شنل هم چنان بعد از این همه سال طرفدار داره، جزو برندهای معروف لوکس و لاکچری هست. حتی طراحی های بطری ها و جعبه های این عطر ها هم چنان طرفدار داره و قدیمی نشده. خیلی زیباست، فوق العاده زیباست. شاید یکی از به نظر من جذابیت های شهر ملبورن که شاید این شهر نسبت به شهرهای دیگه استرالیا جذابتر میکنه، همین اهمیت بسیار زیادی که این شهر به هنر و
فرهنگ میده و شما گاه و بیگاه و همیشه معمولا نمایشگاهی هست یا کنسرتی هست یا خلاصه برنامه ای هست که این اون حس هنردوستی شما رو، اون علاقه شما رو به فرهنگ، به آشنایی به تاریخ، به آثار هنری بتونه ارضا کنه و شما رو تشویق بکنه که به این نمایشگاه ها، به این ایونت ها سر بزنید. من شهرهای دیگه هم ممکنه همچین شرایطی داشته باشن، ولی قطعا ملبورن پایتخت فرهنگی استرالیا هست و من این رو توی این 10-11 سال زندگی توی این شهر کاملا حس کردم و شاید بهترین و زیباترین نمایشگاه هایی که رفتم یا کنسرت های موسیقی که رفتم، آثار خاص هنری، تئاتر های هنری که رفتم توی همین شهر ملبورن بوده که خیلی برای من همیشه جذاب بوده. متاسفانه به خاطر شرایط کرونا مقداری این نمایشگاه ها با ظرفیت کمتر و محدودتر خیلی دیر به دیر برگزار میشه، ولی وقتی برگزار میشه آثار خیلی خوبی میارن که به نظرم جذابه و امیدوارم اگر شما عزیزانی که توی شهر ملبورن زندگی میکنین حتما وقت بگذارین بیاین و این نمایشگاه ها رو از نزدیک ببینین، یه رنگ دیگه از شاید زندگی رو بتونید لابلای این نمایشگاه ها توی استرالیا و به خصوص توی شهر ملبورن تجربه بکنید. این هم کفشا و کیف و کفش، اینا همه شاید قدمت 30, 50, یا 60 ساله دارن ولی همچنان به نظرم زیبا و چشم نواز و فوق‌العاده. حتی به نظرم همین الان هم مشتری هایی هستن که این آثار، این طراحی خاص و منحصر به فرد و علاقه داشته باشن بخرن و استفاده بکنن و این هم به نظرم قسمت شاید پایانی نمایشگاه باشه دیگه. شما داری میبینی تمام طراحی های خانم شنل، من هم یه ویدئویی که حالا چطوری اون موقع این آثار و این طراحی ها و این لباس ها به نمایش داده میشدن، به در میومدن، فوق العاده زیباست، خیلی نمایشگاه جذابی، خیلی هم لوکسه، خیلی هم با سعی شده با اون دیزاین و دیزاین لوگوی شنل و اون طراحی لوگوی شنل همخونی داشته باشه به لحاظ رنگی، به لحاظ حالا همونطور که خودتون میبینید ویترین آثار و اینکه چجوری لباس کنار هم قرار داده بشن، به نظرم بسیار بسیار از خود برند شنل تاثیر گرفته شده که مسلماً همینطور هم باید باشه. امیدوارم که شما هم از این ویدیو تا اینجای کار لذت برده باشین. هنوز یه بخش کوچکی مونده ولی دیگه تقریبا ما به انتهای نمایشگاه رسیدیم. حتما عزیزان لطف کنید که ویدیوهای من رو تماشا کنید، با عزیزانتون به اشتراک بگذارین، لایک کنید، کامنت بگذارین، با من در ارتباط باشین و من سعی میکنم که باز هم برای شما از جاهایی که میرم، حالا به خصوص توی شهر ملبورن و حالا جاهای دیگه استرالیا، برای شما ویدیو تهیه بکنم. خیلی ممنونم، با من همراه باشید. این هم قسمت جواهرات و زینتانات شاید میگن، چقدر زیباست واقعا، چقدر زیبا و به نظرم خیلی هم باید
گرون و قیمتی باشه مثلا. ما دیگه به قسمت انتهایی نمایشگاه رسیدیم. فوق‌العاده نمایشگاه جذاب و لوکسی بود، خیلی لذت بردم. حتما اگر بیشتر علاقه داشتین راجع به برند شانل و حالا طراح معروفه و شاید فاوندر این برند خانم گابریل شانل بدونین، حتما سرچ بکنین. امیدوارم که این ویدیو و این هم کلیپ بهونه‌ای باشه که شما بیشتر راجع به هنر و طراحی و خلاقیت‌های خانم شانل و برند شانل بیشتر بدونید. من که خودم به شخص خیلی علاقه‌مند شدم که برم حتما بیشتر بدونم، چون خیلی جالب بود طراحی‌های ایشون، هنر ایشون و اون ایده و نگاهی که به این برند داده، اون روحی که به این برند داده و باعث شده که این برند الان حتی بعد از این همه سال یکی از معروف‌ترین، لوکس‌ترین و پرطرفدارترین برندهای لباس، جواهرات، تا حدود جواهرات و حالا عطر در بین خانم ها و حتی بین آقایون باشه. خیلی ممنونم از اینکه با من توی این ویدیو هم همراه بودین. امیدوارم که هر جا هستین سلامت و موفق و پیروز باشین. شما رو تا ویدیوهای بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.